عرض سلام ادب محضر همه دوستان و همراهان کانال سیاسی سیاستنامه امیدوارم حالتون خوب باشه ولادت با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها رو محضر شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم دوستان در چند روز گذشته باز هم مشاهده کردید که آقای ظریف الممالک نطقی داشته و مضمون صحبتش هم این بوده که ما نباید خودمون رو فدای مستضعفان عالم بکنیم ما قرار نیست که برای فلسطین هزینه بدهیم و این در حالی است که همه محور مقاومت به غیر از ایران دارن هزینه میدن حزب الله داره شهید میده یمن داره هزینه میده سوریه داره هزینه میده و خود فلسطین هم داره هزینه میده عزیزان اینکه چرا آقای ظریف الممالک میاد همچین صحبت هایی میکنه میتونه چند دلیل داشته باشه دلیل اولش اینه که این آقا خب این صحبت رو در جمعه وکلا کرده وکلا با اون زندگی های کذایی و نجومی و درامت های عجیب غریب که از هر وکالتی نصف نصف, نصف سمن و نصف درآمد و آیدات اون رو طلب میکنن و پولهای خیلی هنگفتی رو به جیب میزنن اینها هیچ و خودشون را هزینه آدم فقیر و آدم مستضعف نخواهند کرد دلیل دومش اینه که این آقا خب زندگی خودش رو در غرب و آمریکا گذرونده اصلا یا آقا آمریکا رو دیده با حتی آمریکا رو دیده یا اصلا چیزی به نام ایران حالیش نیست سربازیش رو در غرب گذرانده برای ایران حتی اسلحه هم به دست نگرفته زمان جنگ این آقا فراری بوده و در آمریکا زندگی میکرده به هیچ عنوان نه خودش نه هفت جدش و نه هفت پشتش برای ایران هزینه ای ندادن غیر خوردن و استفاده کردن از گرده ایران و مردم ایران خب این دلیل دومش هست دلیل سومش دلیل انتخاباتی میتونه باشه خب اینها با اینکه مردم دیدن عملکرد بد اینها رو در هشت سالی که این آقا وزیر امور خارجه بود با اون خنده های نحس و کسیفی که داشت و رفتومت های پرخرج هتل های آنچنانی هزینه های بسیار هنگو اینها میگفتند با برجام ما آب خوردن رو هم حل میکنیم. ولی معلوم شد که تحریم هایی که نصف نیمه تحویل گرفته بودن سه برابر دوباره بر مردم ایران تحمیل, تحمیل کردند حتی موشکی رو میخواستن همونجوری با پرویی پر تمام میخواستن مشکی رو بدن بره منطقه رو میخواستن بده بره و هسته رو هم که دیدید چیکار کار کردن چه بلایی سر انرژی هسته ای ایران در بردن اینا دلایلی است که اینها امروز به تکاپو افتادن حسن روحانی هم همینطور من نمیدونم چرا اینا نمیمیرن چرا خجالت نمیکشن با سابقه ای که اینها از خودشون به جا گذاشتن در این مملکت بهتره که لال بشن ولی میبینیم که باز دوباره پررو شدن دوباره آمدن و دوباره میخواهند بر گرده مردم با دروغ و دقل و کلک و چاپلوسی و خیانت دوباره بر گرده مردم سوار بشن خب مردم هم یه مقداری ضربه خورده هستن تا یه کسی همچین حرفهای های پوپولیستی بزنه و متاسفانه سمتش میرن در صورتی که ما هر گاه گفتیم در جنگ ها بیطرفیم. در جنگ ها دخالتی نداریم و نداشتیم و نخواهیم داشت کشور ما ضربه خورده کشور ما اشغال شده تیکه تیکه شده تجزیه شده گوشه کنار ایران رو کندن از ایران گرفتن و این نتیجه بیطرفی ایران بود شاه سلطان حسین رو ببینید می گفتن ما کاری می گفت ما کاری به جایی نداریم بذاریم بیان بذاریم بیان و آمدن مردم اصفهان رو کشتن مردم ایران رو کشتن کشور ایران رو غارت کردن از بین بردن چرا چون تفکر ظریفی شاه سلطان حسینی بر قلب او و بر مغز پوک او و بر مغز خوشگذران و متاسفانه رفاه زده ای او حاکم بود این ظریف هم همینه و چیزی غیر این نیست دار دستش هم همینن از هر کدومشون شما سوال بکنی میبینی که همین حرفا رو میزنن و هیچگاه اینها از محرومان و مستضعفان عالم دفاع نخواهند کرد مطلقا امیدوارم که آگاه باشید آگاه باشیم و بدانیم در کجای تاریخ نشسته ایم عزیزان اگر از شاه سلطان حسین شنیدید از حکام و پادشاهان قاجار شنیدید و بیقیرتیشون دل شما رو آزرده و ظلم هایی که به ایران و ایرانی شده و شاهان پهلوی و از زرید بدتون نمیاد بدانید که تاریخ را خوب نخواندید و در جای خوب تاریخ نایستاده اید دوباره تاریخ رو بخوانید آگاه باشید چرا که ایران ملت آگاه میخواهد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته